مهمان من کسی است که در دهه 50 بازیکن تیم فوتبال تاج بود. بعدها دبیر سرویس ورزشی همشهری شد، سالها گزارشگر فوتبال بود و ورزش از نگاه دو یادگاری از اوست که همچنان در شبکه دو صدا و سیما پخش می شود. او همچنین یکی از تهیه کنندگان نامدار سینمای ایران است. او که فارغ التحصیل رشته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک است، می گوید همیشه عاشق سینما بوده و به همین دلیل فعالیتش را بر روی حوزه سینما متمرکز کرده. کسی که در کنار همسرش رخشان بنی اعتماد و دخترش باران بارها مسائل اجتماعی ایران را از لنز دوربین سینما منعکس کرده. در این گفتگوی ویژه با من و جهانگیر کوثری همراه باشید. سری خیلی ممنون که امروز به ما فرصت دادید تا این گفتگو رو داشته باشیم. خواهش میکنم. منم خوشحالم در خدمت شما هست. بفهم. در دو حوزه کاملا متفاوت شما نامدار هستین، هم در فوتبال و هم در سینما. میدونم که خودتون تاکید دارید که این دوتا به هم هیچ شباهتی نداره، ولی چی شما رو به اینجا رسونده که تا این سطح در هر دو حرفه‌ای باشید؟ من در واقع علاقه درونیم و واقعیم و شیفتگیم و همه اینها به سینماست. موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی مختلف باعث شده که من در یه مقاطعی نتونم اون حرفی رو که در سینما دوست دارم بهش مثل کارگردانی برم سمتش و فیلم بسازم. این فیلم های سری مستند ساختم، کوتاه ساختم، داستانی ساختم، این حرف ها. بعد دیگه فرصت نشد. یک جوری میتونم بگم که پدیده فوتبال منو بلعید با خودش برد. اگه اشتباه نکنم سال 56 دیگه فوتبال بازی نکردین. بله. در بحبوح زمانی بود که انقلاب داشت شروع می‌شد، یه فضای سیاسی و یه شور انقلابی در مردم حاکم بود که شاید روی تصمیم شما هم تأثیر گذاشته برای اینکه فوتبال کنار بذارید، درسته؟ دقیقاً. آره، منم می‌تونم ادامه بدم. منم دقیقاً درگیر انقلاب شدم. خب دانشجو بودیم ما در دانشکده‌ای که برجت خیلی فعال بود، در زمینه هنر کار میکرد. حتی بعضی از در واقع گروه های سیاسی پیش روی روشن فکرم همچین برداشتی دارن داشتند که آره فوتبال شما شدین عروسک های خیمه شب بازی نظام و دارین در واقع مردم رو سرگرم میکنید با این تیم های پرسپولیس و تاج و اینا. خب من خیلی تعجب میکردم از این تحلیل حرفا. بعدها مثلا 7-8 سال گذشت، خود من مدعی شدم نه، فوتبال یه پدیده مردمیه و تریبون در واقع خیلی خیلی شایسته‌ایه که میشه از اونجا خیلی راحت با مردم اتفاقا صحبت کرد. حالا 40 سال بیشتر از اون ایده های روشنفکرانه که شما میگفتید در زمان انقلاب حاکم بود گذشته. خیلی ها میگن سیاست بعد از فوتبال جدا باشه. میدونم شما هم همین نظر دارید. بعد از بازی سپاهان هم دیدم یک کامنت هایی داده بودین در مورد اینکه سیاست و فوتبال باید کاملا از هم جدا باشن بعد از اون ماجرای 3-0 و اتفاقاتی که افتاد. ولی به نظر میاد که فوتبال در ایران بسیار سیاسیه، یعنی کاملا گره خورده با هم. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا باید یک ورزش یه بُعد سیاسی پیدا کنه تو کشور ما؟ در واقع تمام آرمان‌های فدراسیون جهانی فوتبال FC در آسیا و کنفدراسیون‌های فوتبال قاره‌های مختلف اینه که در کار فوتبال هیچ کار سیاسی نباید انجام بدین. همین از اول فکر شده. اگر قرار بود که در واقع اینها دخالت می‌کردن تو فوتبال که کردن، با وجود اینکه این آرمان‌ها رو در واقع فوتبال داشت، اما همچنان دنبال این هستن که دولت‌ها، سیاسی‌ها، دولتی‌ها در کار فوتبال دخالت نکنن. اگر دخالت کنن دچار محرومیت میشه. این هستش. اما یه تحلیل دیگه هستش که نه یه تحلیل جداگانه ای باشه، تحلیل درستش این هستش که به حجت مردم تو جامعه خودشون پیوند میخورن هم به مسائل اجتماعی و اتفاقات و تغییرات و تحولات اجتماعی خودشون، هم که وارد جریانات سیاسی میشن.
یه دوره هم خبرنگاری میکردین، در آیندگان بودید، در همشهری سرویس ورزشی رو کار میکردین، مدتش هم کم هم نبود، ولی توی اون دوره هم آیا احساس میکردین که چیزایی که منتشر میشه، نوشته میشه، اخباری که از ورزش در میاد یه جوری با سیاست گره خورده هست، یا اون موقع کمتر این احساس میشد؟ آره، هنوز انقلاب نشده بود و دقیقا درست میفرمایید، شرایط سیاسی جامعه طوری بود که همه چی رو تحت شعاع قرار داده بود، حتی فوتبال و ورزش، حتی نوشته های ورزشی رو اینا. آره، منم در اون روزنامه کار میکردم، اونجا آقای بهمن صفت مرحوم سردبیر بود، آقای مانیک خدابخشیان بود، آقای ایرج ادیب‌زاده بود، آقای محمد اینالو، مرحوم محمد اینالو بود، اینا مال آیندگانی، همه با هم کار میکردیم ما اینا. همشهری دهه 70 بود دیگه. بله. شروع شد، شما هم از ابتداش بودین و آزادی داشتین، آزادی قلم داشتید، هر آنچه که فکر میکردید مناسبه در مورد ورزش مینوشتید اونجا، یا فیلترهایی وجود داشت؟ نه، واقعا اینطوری بود. به عنوان مثال، مثلا با یک کمی قلوف میتونم خدمتتون بگم که یه مطلب میتونست رئیس سازمان تربیت بدنی که الان شده وزیر ورزش عوض کنه، رئیس فدراسیون فوتبال عوض کنه، اگر یک مطلبی بود که در واقع منطقی و درست نوشته میشد مردم باور داشتن. ابتدای صحبتتون گفتین فوتبال منو بلعید، توی تلویزیون که رفتین 10 قسمت سریال طنز درست بکنین، مدیر شبکه 2 رو دیدین و گرفتار برنامه فوتبال شدین، ورزش از نگاه 2. بله، به کمک برنامه ورزشی بود، به کمک چند تا از تهیه کننده های خیلی خیلی وارد و خوب، مجموعه بود که همه رشته های ورزشی درش تحلیل میکردیم، درست میکردیم، یه بخش ویژه فوتبال هم داشت. چهارشنبه ما گزارش ورزشی داشتیم و اون گزارش ورزشی خیلی مقبول مردم واقع شد و خیلی مردم دوست داشتن. بعد جام‌های جهانی رو من گزارش کردم، خیلی مقبول واقع شد و آره دیگه دوباره پرت شدم تا اون چاهه، نتونستم فیلم سازی کنم. درسته، ولی همونجا هم بالا پایین زیادی داشتین، از همونجا ممنوع تصویر شدین. بله. چندین سال فقط صداتون رو میتونستین استفاده بکنین، بعدش دوباره برگشتین، بعد دیگه قطع همکاری شدین و این صدا و سیما برای یک نیروی ارزشمندی که به هر حال یه بدعتی رو گذاشته، یه برنامه رو شروع کرده بدون اینکه به شما توجیه خاصی ارائه بده، اونطوری که من متوجه شدم با شما قطع همکاری میکرد یا این همکاری رو مدلش رو عوض میکرد، چطوری صدا و سیما اجازه داره که این کار رو با یک فرد شناخته شده بکنه؟ شاید من خودم نباید اینو بگم، واقعا اون تخصص محض من تو فوتبال بود که اجازه نمیداد منو بذارن کنار، یعنی تصویرم نبود اما صدام پخش میشد. مسئولین زیاد دوست نداشتن که من زیاد مطرح بشم، در حالی که من جامو پیدا کرده بودم، یعنی در دل مردم و در واقع توی جامعه جایگاه خودم رو داشتم. خب برجاد اون رو تلاش رو کردم و در یه مقطع دیگه منو گذاشتن کنار، دیگه آقا بفرمایید. میشه گفت شاید وقتی که فقط یک منبع صدا و سیما وجود داره، مثلا یک منبع برادکستینگ در یک کشوری وجود داره که دولتی هست و وابسته هست به معیارهای کشوری، آیا میتونه این دلیل این باشه که خیلی آزادانه یک کسی رو کنار بذارن دوباره بیارن سر کار؟ واقعا درست هم هست، خود مسئولین هم قبول دارن وقتی که صدا و سیما دولتیه، در اختیار دولته یا در اختیار نظام هستش، طبیعتاً کانال دیگه یا تلویزیونی دیگه یا نمیدونم شعبه دیگه نمیتونه ایجاد بشه، تو الان هم ایجاد نشده. اگر این امکان وجود داشت که رقابت ایجاد بشه مثل تمام کشور دنیا بین شبکه‌های مختلف، خیلی کمک میکرد به رشد حالا هر پدیده ای. من میگم حالا سینما، فوتبال، ورزش، مسائل اقتصادی، اینا خب از تضاد و برخورد اینها به عجب یه داستانه تازه تری به وجود میاد که به نفع جامعه بودش اصلا. این رقابته میتونست خیلی باشه، ضمن اینکه بود یه دوره آخری که من بودم دوباره منو برگردوندن و ما رقابت داشتیم با شبکه 3 و خیلی جذاب بود، خیلی جذاب بود. اما برجه کسایی که مسئوله ورزش تلویزیون بودن ترجیح دادن که ما نباشیم، دولتی هم بودن حق داشت.
بعد از اون حالا شاید میشه گفتش یه خیری شد که شما رفتین سراغ کاری که بیشتر دوست داشتین و همیشه هدفتون بود. سینما رو نمیستم ول کنم، انگاری که یه بخشی از وجود منه، واقعا دارم میگم. هم اون در واقع روند ادامه داشته تا الان که خواستم یه فروغ و کارگردانی کنم. کارگردانیه در واقع انجام نمیشد، فرصت نمیشد، یعنی فوتبال نمیذاش. همیشه من اینو گفتم، من در یک چاهی مینداخت فوتبال که نمیتونستم به سینما نزدیک بشم. توی همین سینما که همیشه هم باهاش بودید و در طول زندگیتون در نقشای مختلف همراه شما بود، یه جایی گفتین که یه وقتایی که یه فیلمی رو بیشتر دولت تبلیغ میکنه یا تیزرش رو پخش میکنه یا میاد متوسل به مصاحبه میشه، مردم ولی میرن اون فیلمی رو میبینن که کمتر تبلیغ شده که بفهمن چرا این اتفاق افتاده. در مورد دخترتون اخیراً این اتفاق افتاد، یک فیلمی رو بازی کرده بود که همزمان ممنوع تصویر بود، پوستر اون فیلم سفید منتشر شد و تا جایی که من اطلاع دارم خیلی‌ها رفتن که ببینن این فیلم چیه و در واقع کشفش بکنن که چرا باید یه نفر ممنوع تصویر بشه. توی خانواده‌ای که ممنوع تصویری برای شما یک روند عادیه، هی براتون اتفاق میفته، فکر میکنید که این حمایت کردنها یا نکردنهای دولت توی سینما چقدر رو سلیقه مخاطب میتونه تأثیر بذاره یا چقدر میتونه دور یا نزدیکشون بکنه اصلا به سینما؟ یه جوری سطح شعور جامعه بالا رفته. این دو سه نسل اخیر ایران، چه دختر و چه پسر، به نظر من یه پرش بلند فرهنگی انجام داده. من به دولت و اینا کاری ندارم، مردم و نسل جوان به نظر من خیلی جلو افتادن. هم سطح جوامع پیشرفته دنیا، ما الان بچه همون با فرهنگ و با شعورن. همین مسئله که شما گفتیم به عنوان نمونه، ما یه فیلم ساختیم به نام زیر پوست چهر، تبلیغ تلویزیونی گفتن نمیتونین انجام بدین به خاطر اینکه توش یک تیکه ای از دوره انتخابات و این داستانا بود که خیلی زیبا هم گرفته بودن. بعد خب این تبلیغ تلویزیونی نداشت، تیزر شما وقتی ندارین میدونید که 85% تبلیغ یک فیلم تیزر تلویزیونیه، میتونه تاثیر بذاره روی فروشش. خیلی مهمه که الان این تلویزیون های خارج کمک کردن که این تیزر رو اونجا پخش میشه. مثلا در ایران پخش نمیشه، در اونجا پخش میشه دیگه، حالا با چه ترفندی کاری ندارم. خب زیر پوست شهر فروشی کرد، فروش عالی بدون تیزر تلویزیونی. باز مردم اینطوری هم برنام میدونن فیلمی که راجبش اجازه نداره عکس بازیگر اولش دومش در واقع چاپ بشه روی پوستر یا روی تبلیغاتش، حتما من اینو همه جا واقعا گفتم، هنر راه خودش رو پیدا میکنه، میدونه از کجا دوره بیاد بیرون. هر کاری کنید هنر این کارو میکنه، با یک در واقع شکل سمبولیک، با یک المان. نمیدونم شما نوبت عاشقی مخمل بافو نمیدونم دیدین یا نه دیگه، خب زن و مرد نمیتونن به هم دست بزنن، منطقه اون رو سریش میفته رو دست، سنگ دستشو پیدا میکنن مسیرشو. یعنی هنر اینه، به خصوص سینما. سینما خیلی هنر عجیبیه و خیلی راه داره که شما بتونید که فرار کنید از اون در واقع موانعی که براتون ایجاد میکنن. اونم همونه، الان همین واقعا همین که شما فرمودید مثال زدین، خب اتفاقا توی همین فیلم باران بازی میکنه. خب باران 90 پوسترش باشه، خانم معتمدداری هم 90 پوسترش باشه، خب فیلم چجوری تبلیغ کنه؟ میدی راهی پیدا میکنه، اینو سفید میکنه میاره که مردم کنجکاو بشن ببینن چرا اینطوری شده و استقبالن شده از فیلمش. اشاره کردن زیر پوست شهر، خیلی از فیلمایی که خانم بنی اعتماد کار کردن فیلمای اجتماعی بوده. خب طبیعتاً توی خونه‌ای که با هم هستید و تبادل فکر دارید و باران هم هست، با هم دیگه تشریک مسائل می‌کنین، مسائل اجتماعی براتون پررنگ‌تر میشه.
خب مسئله اجتماعی به مسئله سیاسی هم گره خورده و این شما رو با خودش میبره. توی فیلم‌های دیگه هم که کار کردیم باز به مسئله اجتماعی پرداخته شده. دغدغه‌های خودتونه آیا این بیشتر که یعنی اون ژانر از فیلم ها رو انتخاب میکنید؟ آره دقیقاً. اولش که دغدغه خود خانم برای اعتماده، چون خیلی رو نوشته هاشون خیلی خیلی در واقع تکیه دارن که حتماً خط اصلی و محور اصلی قصه قصه اجتماعی باشه. نباشه نمی‌سازن. اگرم کمدی بسازن برفرض تو اون فیلم کمدی هم خط اصلی خط مسئله اقتصادی یا اجتماعی قضیه هستش. طبیعتاً خب منم یک جوری عادت کردم و دوست داشتم به مثلا همه دوست دارن. همه در تمام حرفه‌هایی که در ایران هست همه دغدغه اجتماعی دارن. که شامل مسئله اقتصادشون هم میشه، سیاسیشون هم میشه، فرهنگیشون هم میشه، طبیعیه خیلی دو. خوب حالا یک سری فیلم سازم داریم که نه دنبال تجارتن، برن یه چیزایی بسازن و اصلا کاری به مسائل اجتماعی نداشت باشن. با مسائل اجتماعی کار داشتن اینطوری است که بگیم آدم سیاسیه. بعضی از دولت مردای اشتباه رو میکنن. فیلم مستند روزگار ما که در زمان انتخابات ساخته شد سال 1380، موقع باران در یه ستاد انتخاباتی بود، خانم بنی اعتماد اینوالف شدن، درگیر شدن با ماجرای یک زنی که داشت سعی میکرد برای انتخابات ریاست جمهوری تلاش میکرد در انتخابات شرکت بکنه و با چالش‌های اون آشنا شدیم و اون چالش‌ها چالش‌هایی هست که هنوز آشناه برای مردم، همونا رو دارن. ولی اون موقع کسایی که هم نسل من و باران هستیم یه امیدی داشتیم، میرفتیم برای انتخابات شرکت میکردیم، فکر میکردیم یه آینده‌ای رو داریم میسازیم. ولی شاید الان در این نسل فعلی دیگه اون امید به اون پررنگی که وجود داشت دیگه نباشه، در حالی که هنوز چالش‌ها همچنان هست. چطوری میتونید مقایسه کنین اون نسل رو با نسل فعلی؟ اون نسلم نسل جلو بود به نظر من. یعنی تو اون زمان اینکه بیش از 67 تا زن خودشونو نامزد ریاست جمهوری میکنن یه جهش اجتماعی به نظر من، یه جهش فرهنگیه. یعنی میخوام دخالت کنن، میخوام بیان تو سرنوشت برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. شاید اون موقع درست دیده نشد. این تعداد زن نماینده یک سری زنهای دیگه بودن که میخواستن بیان رئیس جمهور اون زنها بشن، یعنی رئیس جمهور نیمی از جامعه بشن، تازه برای مردم تصمیم گرفت. خیلی جریان در واقع مترقی بود اون موقع، خیلی بود، دیده نشد. رفت تو یک حتی شرایط شاید به شوخی میگرفتنش، این خانم اومده مثلا. حالا مهم نبود چه خانمی از چه طبقه با چه شکلی با چه ظاهری. خب مال فیلم روزگار ما، خب یه خانمی در شرطی که ساپونش بیرون کرده بود و یه مادر و یه بچه دستش بود دنبال یه اتاق میگشت، اما رفته بود ثبت نام کرده بیراسته. این تضاد خیلی قشنگ بود. بقیه خانم هایم که ثبت نام کرده بودن هر کدومشون یه قصه ای که داشتن خیلی جالب بود اگر میخواستیم هر کدوم بگیم. من به نظرم که جامعه اون موقع هم هوشیار بود، حتی زن ها اون موقع هم هوشیار بودن. الان هم هستن، نسل های عوض میشن و اتفاقا نسلای فعلی که با تحولات بزرگی جهان آشناهن، ابزارهای الکترونیکی خیلی قوی در دست دارن، زودتر میرسن به نتیجه و صحبت میکنن این حرفا. من فکر میکنم تو هر دورش این وجود داشتی. نمیشه توی جامعه که در واقع 26 میلیونه، 5 میلیونه، بعد الان 90 میلیونه این تحولات اتفاق نیفته. از 1358 تا فیلم فروغ کارگردانی نکرده بودین، یه کاری که هر دفعه که مصاحبه میکردین هر جایی من این چند تایی رو که نگاه کردم و شنیدم دوست داشتین که انجام بدین، با فروغ برگشتین به کارگردانی. و چرا فروغ حالا در این زمانه که زنا بیشتر دارن سعی میکنن که اختیار اجتماعی خودشون رو به دست بگیرن و فروغ هم پیش رو بود تو این زمینه؟ من از سال در واقع 53 این قضیه رو خیلی جدی دنبال کردم. بعد که دانشجو سینمایی شدم بیشتر و تحقیق رو بیشتر کردم، مطالعاتم رو فروغ بیشتر کردم
انتخاب کرده بودم قصه‌مو، سوژه‌مو، شخصیتمو، شاعرمو انتخاب کرده بودم و دوست داشتم، طبیعتاً دنبال فرصتی میگشتم. تاریخش برام مهم نبود، این بود که این فیلمو بسازم. که تصمیمو گرفتم و دو سه سال پیش این کار کردم. آره میتونم سوژه‌های دیگه هم داشته باشم، اما من سوژه‌م این بود، دلبستگیم در واقع به فروغ بود، به این شعرهای فروغ بود. و که به نظر من همیشه نوعه، همیشه حرف داره، همیشه بحث داره و هر دوره شما میتونید راجع به این شعرها بشینید یه تحلیل تازه بدین به جامعه، به نسل امروز. یه جوری شعرهای فروغ پناه میده به دخترها، به پسرها حتی و به نسل ما. خیلی خیلی برای من مهم بود، طبیعتاً باید این کارو میکردم و این کارم کردم. تو همین تورنتو که رونمایی شد از فیلم فروغ، با خیلی که دیده بودم فیلمو صحبت میکردم، نظرشون میپرسیدم، مخصوصا از زنها میپرسیدم که نظرشون چیه. خیلی خودشونو در موقعیتی میدیدن که خودشون مقایسه میکردن با فروغ و فکر میکردن که ما در حال حاضر در جامعه ایران همون ساختار شکنی‌ها رو به صورت روزمره داریم انجام میدیم. زنای ایرانی برای اینکه بتونن آزادی‌های خودشون رو به دست بیارن دارن به صورت روزانه مبارزه میکنن. فکر میکنید که این شباهت الان شاید زمینه رو برای پذیرفتن فیلم فروغ هم بیشتر کرده، چون خیلی هم استقبال شد؟ بله، من خوشحالم که اینجا استقبال شد و این درک وجود داشت که در واقع فروغ چه کارهایی را انجام داده تو شعراش و چگونه. دورای قبلش هم بوده، من نمیخوام در واقع بگم یا فرار کنم از این سوال شما، اما ما تمام دورها داشتیم اینا رو. یعنی یه خود شاید مشکل باشه مثالایی که میخوام بزنم و یه خود سخت باشه یارو یا منو یه جوری سنجاق کنن به یک گروه سیاسی، اما ما شما برید تو دهه 50 از 40 47 بیاین تا 57 هم بریم ببینید چقدر ما زنهای مبارز داشتیم. ما تا اینقدر تحولات ایران سریعه، اینقدر واقعا دارم میگم سریع اتفاق میفته و شما با موضوع تازه روبرو میشین، با یه حادثه تازه روبرو میشین که بعضی زود فراموش میشن. مثلا 4 سال پیش فراموش میشه، 10 سال پیش فراموش میشه، 30 سال پیش، 35 سال پیش. خب فروغ یه ماندگاری داشته با شعراش که این ماندگاری علم که در واقع مطالعه کنید به خاطر تازگی شعراشه که هنوز تازه است. سوال آخر این که با توجه به دغدغه های اجتماعی که دارید و با نوع نگاهی که دارید حتما یک آینده ای رو هم برای ایران متصور هستید، اون آینده ای که تو ذهن شما هست چیه برای ایران؟ رسیدن به یک آزادی کامل. هر مسئول دولتی، هر گروه مسئولین دولتی، تصمیم گیرنده در واقع اگر این دریچه ها رو باز نکنن به سوی نسل امروز نمیتونن موفق بشن. جامعه در واقع وقتی به اون خواسته های خودش برسه، جوانان امروز، ما نسل جوان عجیبی داریم امروز، فرق داره با سالهای دیگه، ما 90 میلیون جمعیت شدیم دیگه الان. باید در واقع ارزش قائل شیم برای خواسته های اونا، برای زندگی اونا، برای آینده اونها، برای نوآوری‌هایی که در جهان اتفاق می‌افته فرصت بدیم بهشون. این مهمترین بخشه. حتی میشه در واقع آدم با داشتن یک اعتقاد قوی، حالا متافیزیکی و دینی و هر چیز دیگه، به اونا هم دست پیدا کنه، اونا هم داشته باشه این حرفا. تا اون دریچه‌ها باز نشه در واقع این جوان‌هایی که ما امروز داریم شاید که باز ادامه بدن که بخوان به اونها دست پیدا کنن. و این جامعه که من در ابتدای صحبت خدمت شما گفتم که اینقدر متحول شده، جامعه ما خیلی جلو رفته، جوانای ما، نسل جوان ما، میگم شما بگیر از حتی 40 سال به پایین بیایم، خیلی تغییر کردن، خیلی باشور شدن، خیلی مسائل رو میدونن، خیلی مطالعه دارن. خب تکنولوژی هم کمک کرده و اینا زود دسترسی پیدا میکنن. در واقع مسئولین باید
اینو بدم به اینا و اینا دنبال این هستن و حتما بهش دست بدم. خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادید.